اگر انسانها میمیرند و یا دهانهایشان در زندانها دوخته میشود و یا گلوهایشان بردار کشیده میشود، اما کوچه ها و پیاده روها حقیقت را از یاد نمیبرند، زیرا آنها در زوایای دیوارها، ستونها و درها، در نقاطی که دست دروغ به آنها نرسیده است، هنوز خاطراتشان را حفظ کردند. و مهمتر اینکه حقیقت درخشان تاریخ ایران امروز همچنان درخشان است و آفرینندگان و مدافعان حقیقت هنوز هستند که از آن سخن بگویند. بینندگان گرامی، سلام بر شما. یک روز تاریخی در تقویم مقاومت هست که هر سال در آستانه 22 بهمن انبوهی حقایق رو در خاطره ها زنده می کنه. وقایع این روز در یک پرونده بزرگ به شرح کشیده شده که هنوز در تاریخچه مقاومت ایران از اون سخنی به تفصیل به میان نیامده. این برنامه دستی است برای گشودن اوراق اون پرونده. اگه این موضوع، یعنی موضوع اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سرنگونی رژیم شاهو، بخوایم برای اولین بار در تاریخ مقاومت باز کنیم که خوشبختانه الان فرصتش پیدا شده تا از گفتنیهاش بگیم، باید بدونیم که میخوایم نشون بدیم که اون انتخابات عادی نبود. صحنه بروز حماسه رویارویی یک جنبش دموکراتیک با حمایت توده‌ای بر سر آزادی بود، اون هم با حکومت بغایت ارتجایی که برای سرکوب آزادی‌های دموکراتیک تنوره می‌کشید. صحنه این رویارویی اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم بود. در این بررسی خواهیم دید که چه شور و شوق و همدلی و اعتمادی با کاندیدا شدن برادر مسعود در جامعه ایران ایجاد شد. خیلی باعث خوشحالی من یکی هست که این پرونده خوشبختانه شرح داده میشه و از مطالعه اون حالا خواهید دید که به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه از همون موقع با اون استقبال عظیمش به صراحت گفت که جواب خمینی، مجاهدین و به طور مشخص مسعود بود. برای بیان تاریخ حقیقی رخدادهای اولین سالهای پس از انقلاب ضد سلطنتی با ما در جستجوی تصویر حقیقت روانه بشیم. زمستان سال 1358 هنگام برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما بود. ملت ستم دیده ایران پس از سلطه خاندانهای استبدادی فئودالی مکرر و حاکمیت نظامهای سلطنتی برای اولین بار پس از مبارزات بسیار و راهگشایی‌های مبارزان و مجاهدان راه آزادیش، فرصت و موقعیت برقراری یک جمهوری را در سرزمینش پیدا کرد. بکشیمشون، اصله بدن.
اما بهار انقلاب که همه آمال و آرزوهای مردم همچون گلهایی در آن شکفت و ایران را سراسر آزاد خواسته و طلب آزادی و عدالت کرد، به ناگهان با یک صد و مانع بزرگ دوباره تیره و تار شد. هر کس به اسلام و روحانیت اعتقاد ندارد باید کنار زده شود. از این زمستان که بر سر بهاران آزادی ایران تاخت بسیار میتوان گفت، اما شاید بتوان گفت که تنها وقایع یک صحنه، یعنی همان صحنه اولین انتخابات ریاست جمهوری، به خوبی همه ی حقیقت را بتواند به هر جویای حقیقتی بنمایاند. از آبان سال 1358 موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب به موضوع مورد توجه همه مردم ایران تبدیل شد. این جانب بنا ندارم از کسی تأیید نمایم، چنانچه بنا ندارم کسی را رد کنم، و از تمام احزاب و گروه ها می خواهم که از نسبت دادن کاندیداهای خود به من که از آن استفاده تأیید و یا تعیین و رد شود ندهند. اما درست در آستانه برگزاری انتخابات و وقتی که پیشاپیش حمایت وسیع توده‌ای از مسعود رجوی و انتخاب او به عنوان رئیس جمهور حس می‌شد، خمینی شخصاً به صحنه آمد و با این بهانه که کسی که به قانون اساسی رژیم رأی نداده حق شرکت در آن را ندارد، امکان شرکت مسعود رجوی را در انتخابات از بین برد. روزنامه اطلاعات 30 دی 1358، امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران دیروز به یک سوال در مورد مسئله انتخاب رئیس جمهور پاسخ دادند. متن پاسخ امام که بسیار کوتاه ایراد شده است چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادند صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند. در سؤال مطروحه که کتفاً تقدیم امام شده بود، نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره صلاحیت کسانی که به قانون اساسی رأی ندادند به عنوان رئیس جمهور احتمالی ایران این بیان خلاصه سریع ماجرای آن انتخابات بود. از این خلاصه چه چیز فهم می شود؟ یک نقض عهد آشکار. خمینی روک و سری اومده بود و گفته بود که هیچ کس رو حذف نمی کنه. اما خیلی روک و سری هم اومد و خیلی واضح حذف کرد. آیا مسعود رجوی قصد ریاست جمهوری داشت؟ به راستی چرا مجاهدین او رو کاندید ریاست جمهوری کردند؟ اگر چنین بود، چرا وقتی خمینی کاندیدایشون رو حذف کرد شکیبایی پیشه کردند؟ رگباری از سوالات مطرح است که نشون میده
اون خلاصه به مشروحی نیاز داره، مشروحی که گام به گام ما رو به تصویر حقیقت ایران و تصویر حقیقت آرمان‌های ایرانیان نزدیک می‌کنه. آیا خمینی، بنیادگرایی و خامنه‌ای تصویری واقعی از ایرانند؟ آیا ملت ایران ملتی خوب کرده و تنداده به ارتجاع است؟ آیا بزرگترین سرزمین شرق با تاریخ بزرگ و شکوهمند گذشتش امروز همین زندان آخوندهای دنبال روی خمینی است؟ به دنبال این پرسش ها باید ادامه داد آیا ایران غیر از اون چه که امروز آخوندها نشون میدند سیمای دیگری داره؟ و آیا ایران و تمدن ایران و اراده ایرانی چیز دیگری بوده و هست؟ پاسخ این پرسش ها رو نگاه به همون دو نوع تصویر به ما خواهد داد. وقتی این شعارها نو و تازه بودند و حتی وقتی مرکب خون تازه مردم همین شعارها رو بر صحن خیابون و در و دیوار شهرها می نوشت، وقتی انقلاب به حقیقت خودش نزدیک بود، واقعا چه فضایی بر میهن ما حاکم بود؟ پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در سال 1357 اوج امیدها و آرزوهای مردم بود. یک دیکتاتوری سلطنتی 50 ساله سرنگون شده بود، امید به بازسازی همه چیز و برقراری عدالت اجتماعی، محو فقر، شوق زندگی در آزادی، همه خانه‌ها و قلب‌ها را پر کرده بود. مهمتر از همه چیز موجی از همدلی بود که بین مردممون به وجود آورده بود. سقوط دیکتاتوری شاه در حقیقت سقوط دیوارهای بی‌اعتمادی بین مردممون ایجاد کرده بود. نخ نبات این همدلی و وحدت اون آرمان مردم ایران یعنی آزادی بود که پیش از انقلاب شعار همه مردم در تظاهرات ها بود. این عشق به آزادی سبب میشه که مردم نسبت به شهدا و همچنین به زندانیان سیاسی آزاد شده احساس دین کنند، محبت و علاقه ویژه‌ای نسبت به اونها داشته باشند، چرا که به حق آزادی به دست آمده را حاصل خون و رنج این شهیدان و اسیران میدونستند. به دیدار خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی مثل خانواده خودمون میومدند، به همدیگه میگفتن در بهار آزادی جای شهدا خالی، یا وقتی با مجاهدی روبرو میشدن به اشکال مختلف قدردانی میکردن. یاد بنیانگذاران سازمان به خصوص محمد آقا بخیر، از اونا یاد گرفته بودیم که به دلیل خیانتهای رهبران و گذشته دره از بی‌اعتمادی بین مردم و پیشتازش ایجاد شده. این دره را هیچ چیز جز خون پیشتازان و انقلابیون پر نمی کنه. بعد از پیروزی انقلاب ما به چشم می دیدیم که خونهای پاک اون پیشتازان چگونه به زخم عمیق بی‌اعتمادی مردم مرهم نهاده و اون را شفا داده است.